گیلاس یا سلام، امروز میخوام یکی دیگه از فیلم‌های تاثیرگذار خفن دنیا به نام The House That Jack Built یا خانه که جک ساخت رو بهتون معرفی کنم. این فیلم داستان یه قاتل سریالی خیلی تاثیرگذار روانیه، پس حواستون به صحنه‌های وحشتناک و اسپویل کامل فیلم باشه. یادتونم نره توی کانال سابسکرایب کنید چون وقتتون رو نمیگیره، ولی آینده کاری منو میسازه. فیلم با نمایش مردی به نام جک شروع میشه که در حال صحبت کردن با مرد دیگه‌ای به نام ورج هست. جک از ورج اجازه میگیره تا براش داستانی از تجربه‌های زندگیش تعریف کنه، تجربه‌هایی که به 5 مرحله مختلف تقسیم میشن. داستان 12 سال اخیر زندگی جک. به اولین مرحله میرسیم، جایی که جک در حال رانندگی با ماشینش که یه خانومی رو که لاستیک ماشینش ترکیده رو وسط خیابون میبینه. جک ماشین این خانم خراب شده و با اصرار زن جک قبول میکنه کمکش کنه تا تعمیرگاه ببرتش. آره، جک میخواد بره جک درست کنه. توی ماشین زن شروع به پرحرفی میکنه و میگه مامانم همیشه میگفت سوار ماشین غریبه ها نشد چون امکان داره قاتل سریالی چیزی پشت فرمون باشه. بعد میگه تو اگه قاتل بودی میتونستی منو خیلی راحت بکشی یا بهم تجاوز کنی. و همینطوری این حرفای چرت و پرت رو ادامه میده و جک توی سکوت رانندگی میکنه. وقتی به تعمیرگاه میرسن، زن دوباره کلی اصرار میکنه که جک منتظرش بمونه و پیش ماشینش برش گردونه، که جک هم با اینکه خیلی رفت رو موقعش و عصبی شده در آخر موافقت میکنه. با هم به پیش ماشین زن برمیگردن و موقعی که جک میخواد لاستیکو عوض کنه، دوباره جک ماشین خراب میشه. این بار با عصبانیت بلند میشه و میگه من نمیتونم کمکت کنم، پس بهتره دوباره کسی دیگه بگیری. اما زن این بار هم باز خواهش و التماس میکنه که جک با کلی ناراحتی قبول میکنه تا تعمیرگاه ببرتش. توی ماشین زن میگه تو نمیتونی قاتل سریالی باشی چون خیلی مهربون و ساده ای، و اینجاست که یه دفعه جک رد میده. اون ترمز میکنه و برداشتن جک ماشین ضربه هایی به زن میزنه و اونو در جا میکشه. دوباره صدای صحبت جک با ورج رو میشنویم. اون از قتلی که انجام داده بود مثل یه اثر هنری تعریف میکنه. میگه آدم کشتن مثل معماری کلیساهای دوران گوتیک سخته ولی خیلی زیباست. اون میگه من از بچگی دوست داشتم یه معمار باشم، اما با خاطر اصرار خانواده مجبور شدم مهندسی بخونم و همیشه حسرت هنرمند شدن توی دلم بود. جک حتی قبل از شروع مرحله اول قتلش و کشتن این زن، یه زمین خارج از شهر خریده بود تا خونه ای که همیشه آرزو داشت خودش بسازه. ورج وسط حرفش این پرو میگه تو قطعا بیماری وسواس فکری داری و برای همین میخواستی خونه رویات و تنهایی بدون کمک هیچ کس بسازی، چون نمیتونی به نظم چیزی اعتماد بکنی. جک هم میگه حرف درسته، چون بچگی علائم وسواس فکری داشتم و همیشه باید همه چیزو تمیز نگه میداشتم و با نظم کنار هم قرارشون میدادم. بعدم به داستان مرحله اول ادامه میده. جک با ماشین جلوی یه انبار صنعتی نگه میداره. این انبار به شکل یک فریزر بزرگ و برای نگهداری انواع و اقسام گوشت هست که جک به تازگی خریدتش. اون جنازه زنی که کشته رو به داخل فریزر میکشونه و میبینیم کلی جنازه دیگه هم اونجا وجود داره. جک بعد از تعریف این قضیه شروع به گفتن مرحله دوم داستان قتلش میکنه. این مرد روانی زن بیوه رو یه مدت زیر نظر داره. وقتی این زن تنها به خونش برمیگرده، در میزنه و با معرفی کردن خودش به عنوان یه مامور بیمه و بازرس خونه به راحتی وارد میشه. زن میره تو آشپزخونه تا یه نوشیدنی بیاره و اینجاست که جک با بی‌رحمی تمام بهش حمله میکنه و انقدر دستش رو داره گردنش فشار میده تا خفه میشه و میفته زمین. زن هنوز نمرده و وقتی میخواد از جاش بلند بشه، جک دوباره با فرو کردن یه چاقو به سینه‌اش از مرگش مطمئن میشه. بعد این جنازه بیچاره رو روی مبل میذاره و ازش عکس میگیره و با پیچیدنش لای پلاستیک اونو به بیرون از خونه میبره. بعد سریع به داخل برمیگرده و به زور وسواس فکری که داره شروع به تمیز کردن رد خون و همه علائم قتل میکنه تا همه چیزو دقیقاً سر جای قبلیشون بذاره. وسواس جک خیلی شدید و بارها همه جای خونه رو با دستمال برق میندازه و متوجه صدای آژیر پلیس که از بیرون میاد نمیشه. بی توجه به همه چیز بالاخره از خونه دل میکنه و همین که میره بیرون، ماشین پلیس که برای چک کردن خونه رو بری اومده بود سر میرسه. جک سری جنازه زن رو به حیاط خونه میبره و به ماشینش برمیگرده که همون لحظه مامور پلیس بهش نزدیک میشه. این مامور برای چک کردن خونه رو بری اومده، اما با دیدن ماشین جک بهش مشکوک میشه که نکنه دوز باشه. برای همین ماشینش رو کامل میگرده و وقتی هیچی پیدا نمیکنه میگه این مدت دوزی توی محل زیاد شده. با اینکه همه مشکل حل شده، جک روانی بودن خودش رو دوباره نشون میده و به پلیس میگه دوزیا رو ول کن، صاحب این خونه گم شده و بعد پیداش کنیم. مامور پلیس نگران میشه، دوتایی به خونه میرن تا دنبال سرنخی از زن بگردن. اینجاست که جک میاد بیرون و سلی جنازه رو با تناب به ماشین میبنده و بدون جلب توجه پلیس سریع از محل دور میشه، غافل از اینکه خون بدن زن روی زمین کشیده شده و از دم خونش تا انبار صنعتی جک رو به نمایش گذاشته. جک وقتی میرسه متوجه این قضیه تازه میشه و میفهمه چه گندی زده. اینجاست کلی عصبی و ناراحت و منتظر پلیس، اما یه دفعه رعد و برق زده میشه و بارون میاد. بارون شدیدی که همه خونای رو زمین رو میشوره و به راحتی تنها سرنخی که به این قاتل میرسونه رو از بین میبره. جک هم با خوشحالی کنار جنازه بالا پایین میپره و خوشحالی میکنه. قاتل روانی میگه من به خدا هیچ اعتقادی نداشتم، اما اون لحظه فهمیدم کارم درست و یه قدرت بزرگ داره ازم محافظت میکنه. دوباره صحبت جک با ورج ادامه پیدا میکنه. این بار میگه من یه آدم جامعه گریزم، از بچگی اینطوری بودم و حتی هیچ احساسی از کشتن دیگران بهم دست نمیداد. اون میگه برای اینکه بتونم توی جامعه جا بیفتم، از چهره مردم و حالتهای مختلفش و مخصوصا جنازه ها عکس میگرفتم تا اداشون رو در بیارم و بتونم مثل بقیه ناراحت شم، بخندم یا گریه کنم. ورج ازش سوال میکنه وقتی بارون اومد و رد خونه از بین برد و فهمیدی پلیس دیگه نمیتونه گیرت بندازه ناراحت شدی؟ اما جک جواب میده اتفاقا خیلی هم حال کردم، چون از بچگیم کلی کار اشتباه انجام دادم و هیچ وقت به خاطر اونا کسی تنبیهم نکرد. حتی توی بچگیم یه اردک از آب گرفتم و پا
پاشو بریدم و ولش کردم تو آب. اونم بدون هیچ گله‌ای راهشو ادامه داد و فرار کرد. بعد شروع به گفتن ادامه مرحله دوم میکنه. اون با یه زنی آشنا میشه و با هم رابطه عاشقانه دارن. یه شب به خونه این زن میره و مثل بقیه قربانیا با دستاش خفش میکنه. این بار میبینیم وسواسش جک خیلی کمتر شده و دیگه استرس پیچیدن جنازه توی پلاستیک تمیزکاری اتاقو نداره. یه عکس هم از صورت این جنازه میگیره که حالا میدونیم به خاطر علاقش به حالت صورت قربانیهای مختلف و با آرامی اون رو به ماشینش میبره. اما وقتی به انبار میرسن عکس گرفته رو چک میکنه، از مدل عکس و تار بودنش خوشش نمیاد. قاتل روانی جنازه رو ماشینش برمیگردونه تا به خونه مقتول بره و دوباره ازش همون جوری که میخواد عکس بگیره. وسط راه رفتن به خونه مقتول یه زن دیگه ای رو توی خیابون میبینه که هوس میکنه این زنم به قربانیاش اضافه شه. برای همین با سرعت زنو زیر میکنه و میذارتش تو ماشین و این بار هر جفت جنازه ها رو به خونه زنی که قبل تر کشته بود میبره. جفتشون کنار هم میذاره و ازشون چند تا عکس میگیره و به انبار برمیگرده. ورج وسط داستان این پرو میگه تو مرحله دوم خیلی آدم نترس تر و کله خری شدی. برای همین وسواس فکری خیلی کمتر شده و کارهای وحشیانه تری انجام دادی. جک به داستان ادامه میده. بعد از گرفتن عکس دو تا جنازه به انبار برمیگرده و عکس گرفته رو برای روزنامه های شهر میفرسته تا چاپ کنن. پایینش مینویسه آقای کمالگرا یا مستر سافیستیکیشن. ورج با شنیدن این قسمت میگه تو هیچ وقت از کاری که کردی پشیمون نشدی؟ هیچ وقت شد که دلت بخواد یه خانواده تشکیل بدی؟ جک میگه نه، اما شنیدن این سوالت منو یاد بهترین اثر هنری که ساختم انداخت. واضحه که منظورش از اثر هنری یکی دیگه از قتلای وحشیانشه. حالا شروع به مرحله سوم قتلش و چیزی که به نظر خودش بهترینشونه میکنه. جک با زنی وارد رابطه میشه که دو تا بچه داره. یه روز هر سه تاشون رو دعوت میکنه تا با هم به پیکنیک برن. وقتی میرسن مادر مشغول آماده کردن لوازم پیکنیک میشه و جک یکی از بچه‌ها رو به بالای سکوی میبره تا بهش تیراندازی یاد بده چون میخوان یه حیوان شکار کنن. وسط قصه جک به ورج که این خانواده مثل یه گوز مادر دو تا بچه بودن. همه شکارچه باید موقع مواجهه با یه گله گوز ترتیب کشتنشون رو رعایت کنن. شکارچه باید اول کوچیک‌ترین گوز رو بکشن چون بقیه گوزا میتونن به زندگی ادامه بدن. اما اگه مادر یا پدر رو بکشن ممکنه بچه‌ها نتونن پس زندگی تو جنگل بر بیان. بعد از کوچیک‌ترین گوز باید بزرگ‌ترینشون رو بکشن که نتونه فرار کنه و اینطوری گوز سومو به راحتی میتونن شکار کنن. بعد به داستانش ادامه میده. جایی که تفنگشو برمی‌داره و به مادر و بچه‌هاش میگه می‌خواد همشونو بکشه. اونا هم سریع از جک دور میشن و یه جا پناه میگیرن. بچه کوچیک خیلی ترسیده و یه جا از استرس شروع به فرار میکنه که جک با شلیک به پا و کمر اون میکشتش. مادر شوکه میشه و امیدو میشه بچه‌ش تا نجاتش بده، اما جک هیچ کاری با مادر نداره. اون تفنگو سمت پسر بزرگتر نشونه میگیره و با شلیک به سرش اونو هم میکشه. مادر دیگه از شدت گریه و زجه از حال میره و سکانس بعد جکو میبینیم که کنار لوازم پیکنیک نشسته. جنازه دو تا بچه جلوشن و مادر که انگار دیگه هیچ روح و امیدی نداره کنارشون نشسته. جک به تهدید و زور مادر رو مجبور میکنه به جنازه بچه‌هاش قضا بده. بعد از مادر این پرسه عدد مورد علاقه چیه که اونم میگه 12. جک بدون هیچ حرفی به سکوی تیراندازی میره و شروع به شمردن از 1 تا 12 میکنه. مادر که میفهمه چه خبره با اینکه هیچ انرژی و امیدی نداره شروع به راه رفتن و سرگردونی توی جنگل میکنه. شمردن جک تمام میشه اما تیرش خطا میره و مادر زنده میمونه. این جلوی جک رو نمیگیره و با آرامش به سمت مادر راه میره و در آخر با شلیک یه تیر دیگه به کمرش اونو هم میکشه و خونواده رو هم به فریزرش میبره. بعد بچه رو میشینه و رو صورتش حالت خنده قرار میده و دستش هم میاره بالا که انگاری در دست کومیده و ازش عکس میگیره و دوباره برای روزنامه ها میفرسته. میرسیم به مرحله چهارم، جایی که جک وارد آپارتمان زن دیگه میشه که مدت هاست باهاش رابطه داره. میبینیم جک یه عصا زیر بغل خودش زد و خودش به عنوان یه مرد معلول معرفی کرده تا بی خطر به نظر برسه. بعد از کمی صحبت کردن شروع به مشروب خوردن میکنه. جک که خیلی مست شده میگه من یه قاتل سریالی ام و تا الان 60 نفر رو به قتل رسوندم. دختر حرفش به شوخی میگیره اما جک شروع میکنه به توضیح دادن آناتومی بدن و بعد با ماژیک شروع به کشیدن یه سری خط رو سینه دختر میکنه. میگه میخوام تو رو از این قسمت تیکه تیکه کنم و اینجا سی دختر وحشت میکنه و از آپارتمان میره بیرون. پلیس جلوی خونه چه گستری بهش میگه یه قاتل سریالی تو آپارتمان ها میخواد تیکه تیکم کنه. اما مامور پلیس که میفهمه دختر مسته حرفش باور نمیکنه. همین لحظه جک هم میاد بیرون و به پلیس میگه من یه قاتل سریالی ام کلی آدم کشتم. اما مامور پلیس میفهمه اونم مسته و با بی خیالی صحنه رو ترک میکنه. جک به دختر میگه ببخشید اگر ناراحت کننده ای زلمو قصد نداشتم و اونم که مسته میبخشه تا با هم به خونه برگردن. جک میخواد با دختر به دوستش تلفن میزنه تا براش مواد بیاره اما متوجه میشه سیم تلفن قطع شده. بعد با آرومی سعی میکنه از خونه در بره که میفهمه در قفل و همین لحظه جک و پشت سرش میبینه. این بار میفهمه جک دیگه عصای زیر بغلش نیست و همون آقای کمالگرایی هست که همه روزنامه ها دارن راجع بهش حرف میزنن. دختر وحشت میکنه و جک با آرومی بهش میگه جیغ بزن تا بقیه بیان کمکت. وقتی این تلاش دختر نتیجه نمیده دست پاش میبنده و با بیرحمی تمام با استفاده از چاقویی که دستشه سینه های دختر از همون خطایی که قبل تر کشیده بود کاملا میبره و اونو میکشه. بعد از ساختمان میاد بیرون و یکی از اون سینه های بریده شده رو ماشین پلیسی قبل تر دیده بود میذاره و از صحنه دور میشه. ورج وسط حرف جک میپره و میگه شاید تو همیشه دخترای ضعیفو میکشی چون بهت احساس برتری و قوی بودن میدادن. اما جک جواب میده تنها دلیلی که کشتن زنا برام راحت تر بود همکاری بیشترش رو موقع مردنه. از اونجایی که جک حس میکنه ورج به عقلش شک کرد و حرفشو باور نداره با عصبانیت میگه چیزایی که تو ذهن من رو کلمات نمیتونن توصیف کنن. ورج در جوابش میگه کلمات اونقدر قوی ان که میتونن چیزی مثل مذهب تشکیل بدن و حتی مرز بین چیزای خوب و بد رو مشخص بکنن. جک میگه پس یعنی کلمات خوب نیستن،
چون همین دین و مذهب انسان رو نابود کرده و بهشون یاد داده ذات اصلیشون چیز دیگه‌ایه. این بحث فلسفی یه مدت ادامه داره تا جک به تاریخ مرحله پنجم قتلش میرسه. این بار جک 6 مرد رو به عنوان قربانش انتخاب میکنه و هر 6 نفر رو به انبار میبره و بعد بستنشون تفنگش رو تنظیم میکنه چون قصد داره با یه گلوله همشون رو درجا بکشه. موقع جا رفتن گلوله یکی از مردا بهش میگه فشنگ درستی انتخاب نکردی و نمیتونی این کارو درست انجام بدی. اونم برای چک کردن متوجه میشه حرف مرد درسته و سری با ماشینش به فروشگاه مهمات میره که ازش گلوله ها رو خریده بود. اما فروشنده بهش میگه اگه میخوای خرید تو عوض بکنی باید کارت شناسایی تو بهم نشون بدی و جک سری از اونجا در میره و پیش دوست قدیمیش یعنی یه مردی به اسم اسپی میره تا از اون فشنگ که میخواد بگیره. اما دوستش از قبل آماده است با ورود جک سری تفنگش رو میگیره سمتش. اسپی بهش میگه که یه مدت پیش پلیسا اومدن و تو رو به عنوان یه مظنون قتل یا دزدی معرفی کردن و من میخوام تو رو به پلیس لو بدم. جک خیلی باهوشه با آرامش میشینه تا دوستش با پلیس خبر بده و بعد شروع به تعریف کردن خاطره هاشون با هم میکنه. بعد میگه ما باید به هم اعتماد کنیم و دوستش هم در آخر خر میشه و تفنگش رو میاره پایین. اما همین کافیه تا جک روانی از چاقویی که قایم کرده استفاده کنه و گلی دوست قدیمیشو جر بده. این لحظه دو تا مامور پلیس هم سر میرسن و جک با گول زدن اونها هم موفق میشه بهشون شلیک کنه و یه بار دیگه از مخمصه در بره. بعد ماشین پلیس رو میندازه و خودش رو به انبارش میرسونه. گلوله رو توی تفنگش میذاره و همون لحظه که میخواد شلیک بکنه یه دفعه صدای میشنوه. با رفتن به اتاق دیگه یه انبار برای اولین بار همون ورج رو میبینیم که تمام این مدت باهاش صحبت میکرد. ورج گوشه اتاق نشسته و تو سکانس بعد میبینیم که جک با استفاده از همه جنازه‌هایی که این مدت کشته یه شکلی شبیه به خونه برای خودش درست کرده. خونه‌ای که همیشه توی رویاهاش بود. این لحظه ماموری پلیس سر میرسن و میبینیم جک با کمک ورج به چاله زیر جنازه‌ها میپره و تو سکانس فریکی و عجیبی میبینیم که به قعر زمین میره. حالا میفهمیم ورج همون ورجیل هست که توی کتاب دوزخ دانته راجع بهش نوشته شده و جک رو داره به جهنم میبره. ورجیل وظیفه داره جک رو به 9 مرحله مختلف جهنم ببره بلکه بتونه حس پشیمونی یا رستگاری رو براش زنده بکنه. جک تمام کاری که مدت کرده رو به یاد میاره و اشک از چشماش میاد، اما نمیفهمیم این اشک از ناراحتی و پشیمونی یا افتخار به جنایتش. جک و ورجیل به عمیق‌ترین قسمت جهنم میرسن، جایی که آخرین امید برای رستگاری جک وجود داره. قسمتی از پل شکسته شد و ورجیل میگه اون سمتش یا بهشت یا جهنم. هیچکس نتونسته از اینجا عبور کنه که جک دوباره غرورش برمیگرده و سعی میکنه با گرفتن لبه دیوار به بهشت برسه، اما این بار موفق نمیشه و با افتادن به قعر جهنم میره و اینجاست که فیلم فریکیمون به پایان میرسه. این فیلم مغز آدم به معنای واقعی به چالش میکشه. در اصل ورجیل فقط بخشی از ذهن این قاتل روانی که تمام این مدت داره باهاش صحبت میکنه تا بهش راه رستگاری رو نشون بده و نذاره به جهنم برسه. از اونجایی که جک به هنر خیلی علاقه داره، کتاب دانتز اینفرنو یا دوزخ دانته رو خونده و برای همین ورجیل رو تو ذهن خودش ساخته. اون بارها سعی میکنه با زیر سوال بردن ذهن مریض جک جلوی جنایتش رو بگیره، اما این روانی اونقدر توی رویا و خیالش غرق شده که هیچی رو نمیتونه ببینه. در آخر غرور این مرد باعث میشه اونقدر آدم بکشه که از همشون یه خونه بسازه و با ورود پلیس به انبار کشته بشه و دیگه هیچ راهی برای رستگاریش وجود نداشته باشه. جک به اسم هنر وحشتناک‌ترین کارا رو انجام داد و عاقبت رفتار وسواس‌گونه‌اش و مغرور بودنش هیچ چیز جز سیاهی نبود. رفقا لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. نظرتونم بنویسید. روزتون هم گلسیه.